چیه؟ تو که به این معادله ها علاقه نداشتی؟ دارم کم کم علاقمند میشم. این چیه نشون میده؟ تخته رو نشون بده. بله بله آقا، شاگرد خودمه، نابغه است، بیژن خداداد، دانشجوی سال آخر ریاضیات محض. بله اجازه میفهمه این صورت مسئله رو پاک کنم؟ کسی صورت مسئله رو پاک میکنه که قادر به حل اون نباشه. ولی من میخوام جواب نهایی رو بنویسم. ملاحظه کنید جا نیست. بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم. ببخشید، کی دست من کاغذی داره؟ مطمئنی قبل از تو کسی حلش نکرده؟ امیدوارم. من که جدول ضربه، کی ارزشو داره؟ ایول بابا ایول، کار زیاد سختی نیست، تو هم اگه سعی کنی میتونی. این حتی رو میتونه دو دو تا میشه چند تا. فرفری فرخف. بله فری، یعنی زر نزن. باشه خیلی خوب، فعلا میزن. خداحافظ آقا امیر. پسر عجب مخی هستی. بیژن، بیژن. بله دیدی تو سالن چطوری رفته بود تو نخر؟ مگه ازم نخوابیزون بود؟ یعنی رفته بود تو کوکت. کوک؟ بیژن یعنی عاشقانه نگاهت میکرد. نگاش کن. عشق من فقط ریاضیاته، باید از چیزای دیگه پرهیز کنم. باشه پرهیز کن. کجا میری؟ بریم یه چیزی بخوریم بعدا. ببین از اون جزوا همش یکیه. سلام زیرا سلام. 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 تبریک میگن. متشکرم. معادله جدید ژورنال ریاضیات دیدین؟ میگن هر کی زودتر حلش کنه بهش یه بورس تحصیلی میدن. اونم واسه کجا؟ آمریکا. اتفاقا داره اونم حل میکنه. نه بری زودی. خیلی هم زود نیست، الان دقیقاً 23 ساعت و 48 دقیقه است که اومده تو سایت. اگه منو در جریان حل معادلتون بذارین خیلی خوشحال میشم. میخوام بدونم چه جوری حلش میکنین. چشم، حتما حتما. Thank you.
بفهم. قربان من براتون چای آورده بودم. حقیقت داره بین عشق و جنون یه تار مو بیشتر فاصله نیست. البته برای بعضیا اون یه تار مو هم وجود نداره. تو از اون احساسات منو درک نمی‌کنی. چی شو؟ تو که میگفتی باید پرهیز کرد. احساسات چیه؟ ریاضیات. معادله رو حل کن. میخوام حل کنم ولی نمیشه. نمیشه که نشه. چای تو بخور. برای حل یه معادله نباید که زندگی رو انتقلاب گرفت. انتگرال زندگی من پیشتر از اینا گرفته شده، از همون موقعی که گفتی تو نخمه. خیلی خوب، این که قصه نداره. مشتقشو بگیر. مشتقشو بگیرم؟ چطوری؟ ببین از فردا روزی یه رو باش حرف بزن، فقط هم یه. اگه آروم نشدی، اگه معادلت حل نشد. ولی من آمادگی ازدواج ندارم. کی حرف ازدواج دارم؟ ازدواج مشتق درجه سومه. تو فقط مشتق درجه اول ازش بگیر. یعنی باش حرف بزن. حرف یومی هم بزنی مسئله حله. مطمئنی؟ 100%. من خودم تا حالا 100 بار مشتق گرفتم، البته از درجه اولش. بحث ما راجع به میکلانج تموم شد. انشالله که هفته آینده راجع به لئوناردو داوینچی مفصل صحبت خواهیم کرد. بله؟ بله؟ شما چیزی گفتین؟ بله مشتق، یعنی معادله. چه جالب، پس حلش کردین، بورس رو گرفتین. نه، یعنی هنوز نه. پس دارین حلش میکنین. میشه به من بگین که چجوری معادله رو دارین حل میکنین؟ من اول مسئله رو ساده میکنم، یعنی یک معادله بزرگ رو تبدیل میکنم به یک معادله کوچکتر. بیرونی چرا؟ برای اینکه حل معادله های کوچک آسان داره. آفرین آفرین، از کجا میدونستی؟ خودتون قبلا گفته بودین. بله، البته ارتباط بین معادله ها مهمتره. ولی اگه ارتباط غلط باشه معادله حل نمیشه. آفرین آفرین. هنوز 15 دقیقه نشد. بیژن، بیژن چه خبرته؟ بیژن 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 جان بیژن بیژن جان بیژن جان شما
کی میگه مرده نمیتونه شیشکی ببنده؟ میبینی؟ ماینم دیگه. نه حالا جدی جدی خودت حلش کردی؟ خب چه فایده تو که باور نمیکنی که؟ بیژن خبر داره؟ میدونی من چیزی به بیژن نگفتم که براش سورپریز بشه. تو هم چیزی نگو. خودت حل کردی؟ خوشحال نشدی؟ زهر جون بعدا میبینم این معادلات ریاضی یاد نره چیمت گفتم. بچه ها کجا میرین؟ منو تنها نذارین. چی جان نترسین من هستم. شما چرا فکر نمی کنین دیگران ممکنه از صحبت های ما برداشت های غیر علمی بکنن؟ مثلا چه برداشتی؟ اصلا بهتره همدیگر رو نبینیم. بله ولی اگه من شما رو نبینم دیگه نمیتونم معادله حل کنم. ولی شما که گفتی معادله رو حل کردی. اینو بله منظورم معادلات بعدیه. یعنی بهتون بورس میدن؟ خب بله. یعنی میتونیم برین امریکا؟ نه خیر. چرا؟ چون بدون شما هیچ کدوم از قوانین ریاضی دیگه برام معنا و مفهومی نداره. جدی؟ اگه اینجوری فکر میکنین بهتره پدر مادرتون رو بفرستین خواستگاری. واسه چی تنها اومده؟ نمیدونم. خب شاید پدر مادر شهرستانن. من اولین باری که خواستگاری میرم. نمیدونستم. نمیدونستی؟ واقعا؟ نه خیر. چه پسری؟ خب حالا انشالله یه روزم با پدر و مادرتون تشریف میارین. یعنی نمیشه همین امروز عقد کنی؟ عقد؟ ولی آخه ما اصلا از شما هیچی نمیدونیم. من شاگرد اول دانشکده، شاگرد اول دانشگاه و حتی نفر اول کشور تو رشته ریاضی هستم. هر معادله که ژورنال بین المللی مطرح کرده حل کردم. با آنالیز این مفروضات میشه نتیجه گرفت که من میتونم دخترتون رو خوشبخت کنم. با حل معادله؟ بله. نه خیر. مدرکمو که بگیرم میتونم تو دانشکده استخدام بشم. چه جالب. با ماهی چقدر حقوق؟ حدود 100,000 تومان. عالیه. پاشو پسر جون. چشم. پاشو برو با بزرگترت بیا. چشم. آخه نمیشه که پدر مادر داماد نیان خواستگاری. خب شاید یه نفر پدر مادر نداشت. نکنه شما بی پدر مادری؟ دقیقا. یعنی زیر بوته به عمل اومدین همونجا بزرگ شدین؟ نه خیلی پرورشگاه بودم. البته قبل شیرخوارگاه بودم. وقتی که اومدم دانشگاه خوابگاه بودم. آخه چطور ممکنه یه نفر به کل پدر مادر نداشته باشه؟ پس چطوری به دنیا اومده؟ اگه ازدواج یه تابه در نظر بگیریم و پدر و مادر دو متغیر، بچه‌ای که به دنیا میاد میشه جواب این تابه. این یه معادله است. معادله ازدواج. یه معادله با دو مجهول. یه معادله دو مجهولی هم که منطقا حلش خیلی مشکله. آخه عزیز دل من، نمیشه بدیمت به کسی که نه پدر داره نه مادر.
آخه کی گفته نه پدر داره نه مادر؟ ببینیم اگه ازدواج رو یه تابه و پدر مادر دو متغیر در نظر بگیریم. ببینم دختر، تو مطمئنی چیزی رو از ما پنهون نمی کنی؟ نه به خدا اصلا. پس بهتره به آقا بیژنت بگی اگه با پدر مادرش اومد خواستگاری که اومد، وگرنه به فکر یه دختر دیگه باشه، چون تصمیم گرفتم شوهرت بدم و از شرت خلاص شم. چه خوب. یعنی اگه با پدر مادرش بیاد شما موافقین دیگه؟ شاید، شایدم نه، باید دید چی پیش میاد. پیش میاد دیگه. ماتریس اوریبی نامیده میشه. توجه کنین که جملات اوریبی در ماتریس های اوریبی. ببخشید، من با خانم صمدی یه کار خصوصی دارم. چه جاله. بفرمایی خانم صمدی، بفرمایی. آخه من باید نظر شما رو بدونم. نمیشد میذاشین یه وقت دیگه بعد از کلاس. ببخشید. حالا دیگه ببینید، من نمیتونم رو حرف پدر مادرم حرف بزنم. یه راه مونده. چه راهی؟ بگردین پدر مادرتون رو پیدا کنین. پیداشون میکنم، قول میدم زیر سنگم رفته باشن نمیدونی با چه لطایف و لیلی پرونده رو گرفتم، ولی چه فایده؟ 9 نفر از 10 نفر رو دیدم، اما هیچ کس کمکی نکرد. فقط امیدم به یه نفره. حالا به فرض اینکه تو پدر مادرت هم پیدا کردی، فکر میکنی اونا حاضر بشن دخترشون رو بدن به یه پرورشگاهی، اونم با اون همه ثروت و اسم و رسم؟ وقتی که پدر و مادرم رو پیدا کنم که دیگه پرورشگاهی نیستم. نشناختی؟ خیلی ساله. امید من فقط به شماست. امیدت به خدا باشه مادر. یادم اومد. سلام. تو داودی؟ سر منش رجب؟ نه من بیژنم. کلک نه، یا خودم از بود شناختم. یادت خاطر خوابم بودی؟ یادت نی؟ شاید آقا داودم از همین عطر میزنن. آه عرض کدوم بچه چوپون بو گوزفن خونه رو برداشته. من نه چوپونم نه بوی گوزفن میدم، من بیژنم، پسر بطول. واه
کی بهت گفته؟ پرستار پیر شیرخارگاه میگفت. مادرم بتول هر جمعه از خاتون آباد میومده شهر، از پشت نرده های شیرخارگاه منو تماشا میکرده تا اینکه میمیره. او رو به قبرش بباره. هیچه باید بریزم. دستتون نسوزه. سرده. زحمت نکشیم بذاریم نمیریز. راستی که مادرم منو گذاشته سر راه؟ همون روز اول که به دنیا اومدی. گاز هم روز دویم. نمیرم والا. چرا؟ همین خواستی کی بذارده؟ مادر و دل نازکش. اگه بیشتر نگرد داشته بود دل کندن سخت شد. نه. منظورم اینه که اصلا چرا گذاشت؟ خب معلومه. خنگی؟ باید ترس آقاد دیگه. پدرم؟ شما اونو میشناسین؟ نمیدونم چطور قندام دیگه شیرین میگه. از پدرم میگفتین. اون کجاست؟ اون وقتا شاگرد یه حجره دار بود تو بازار. حالا دیگه چه میدونم والا، سر تخته بشورنش. چه خوب. اسمش چی بود؟ اسمش چه میدونم والا. شما چطور اسم دامادتون رو نمیدونید؟ داماد کدومه؟ اون از خدا بی خبر بتول رو سیغه کرده بود بابا. تازه اونم به زور خودم. بی پدر میخواست یه چیزی همینجوری بخونه و سرتش رو هم بیاره. من نذاشتم. آقا نصیر رو قسم دادم که حلالش بکنه. اونم سیغه رو تموم و کبال خون. متشکرم. نور به قبرش بباره. مرد خوبی بود. ریزم بچه‌ای. ممنون. هنوز چایی همونو نخوردم. چایی هم چایی های قدیم. شما مطمئنی توش و حواستون سر جاست؟ من هر عیب و علتی داشته باشم مصطفی جون، هوش و حواسم سر جاش. پس چرا اسم پدرم رو فراموش کردید؟ فراموش نکردم. یادم رفت. مطمئنی تو بازار کار میکرد؟ چه میدونم والا. اون موقع که میومد اینجوری میگفت خودش. یعنی هر بار که میومد و میرفت بطول سیر تا پیاز و واسه من تعریف میکرد. سعی کنید اسم پدرم رو به یاد بیارید. با تو چطور اینقدر لفظ قلم حرف میزنی؟ آدمی زادم خور نبودی؟ خیلی کم. بیشتر کتاب خوندم. البته اخیراً اصطلاحات جالبی یاد گرفتم. مثلا تو نخته، یعنی داری بدبخ میشی. گفتی نخ. یادم اومد. علی مراد. ای پدر. با 75,368 میکنه 94,612 نوشتی؟ خب 2,625 خب 52,346 میکنه 54,771 نوشتی؟ دمینیم 350 تا 29,800 تومن. عجب نخ به خیلیه. 10,430,000 تومن نوشتی؟ خب 24,346 با 32,578 میکنه به عبارت 56,824 نوشتی؟ ننویس. میشه 56,924 تا. چیکار کنم؟ بنویسم یا نه؟ آره میشه 56,924. 100 تا بیشتر. اینو بنویس. سی و دو هزار چهارصد پونزده به اضافه شصت سه هزار دویست و سی و هشت 95,643. اکی هیل
48522 به اضافه 78319 126841. جلال خالق تو دیگه کی هستی؟ جمع که مهم نیست، ضربم میکنم. 385 زد در 42315 16,291,279. میبینید مدرستک؟ نصف توه. کجاش نصف منه؟ یه حرفایی میزنی ها؟ خفه؟ ایفون پولاکی قرج تو کردم، معلوم نیست تو به کی رفتی؟ کاش تو پسر من بودی، نه این خونه خراب. جدی میگی؟ معلومه، هر آدمی به داشتن پسری مثل تو افتخار میکنه. شایدم باشم، شما یه آنالیز سرانگشتی بفرمایید. منظور چیه؟ منظور 23 سال پیشه، تو خاتون آباد، شما و مادرم بتول. یادتون نمیاد؟ بایسه اتومبیلتون کجاست؟ باید بریم دنبالش، فکر میکنم، ولی باید تعقیبش کنم تا مطمئن شم. ببین اگه پدرم باشه حتما میره سراغ عمه. آره خب تلفنی بهتون میگم کجا بیاید. مامان چی شد آقا جون الان اومده خونه؟ من چه میدونم؟ مطمئنین از همین رو برمیگرده؟ بله پرسیدن بنبسته. ماشینش چیه؟ بنزه، از اون گرون قیمت ها. عجب مرد حقه بازیه، خودش بود، تعقیبش کنیم. شما که گفتیم بنز داره. باور کنیم، حتما میخواد کلکی سوار کنه. با بنز که بهتر میشه سوار کرد. میبینید محاسبات من چقدر دقیق و درست از کار در میاد؟ داره میره خاتون آبا پیش عمه. داره دیرم میشه، چیزی نمونده، تا یه رو به دیگه میرسیم. آخه اگه زود برنگردم پدرم دعوام میکنه. نگران نباشید، بگید همراه من بود. مگه نمیخواستین پسرتون باشم؟ مگه آرزو نمیکردین پسرتون باشم؟ چرا قش کردین؟ نه اینطوری، فقط دلم میخواست این مغز تو کله اون ناصر بود. مگه مغز خودش چه عیبی داره؟ آجبنده که نه، نه بیشتر ندارم.
من خودتونو میخوام. خودمو؟ تو خوندی؟ تو پسر من نیستی. من بابا توی شهر کرده بودم، خودشم گفت بچه رو انداخته اون پیر زن عمهش، اونم تاثیر کرد. عمه میگفت بتول فقط زن شما بوده. پرستار شیرخوارگاه هم بتول رو دیده که هر هفته میومده به من سر میزده. این دو معادله فقط یه جواب داره، شما. لا اله الا الله. پسر جون میدونی اگه زنم بفهمه چه قشقرقی به پا میشه؟ منم که دار و مدار مال اونه. جدا از اون من که نمیتونم به خاطر رفع یه پیرزن خودم و مدیونه بچه هم کنم که. ببین آقا جون، من حاضرم بنویسم امضا کنم که هیچ ادعای نسبت به ارث و میراث شما ندارم. پس برای چی میخوای به سر من باشی؟ تا برام برین خواستگاری. پس من برم دستشویی، زیر برمی گردم. باش. نمیخوای بری؟ منتظر یه نفرم. همونی که داره سوار ماشینش میشه که بره؟ باشه، من هم ازتون شکایت میکنم. سلام. سلام. چه عجب معادله حل نمیکنی؟ این کار از حل معادله هم مشکل تره. نه بابا، مگه چیه؟ شکایت نامه. شکایت نامه؟ تو مطمئنی اگه با پدر و مادرت بری خواستگاری مسئله حله؟ مادرم که خدا بیامرز فوت کرده، پدرم کافیه، ولی راضی نمیشه. من که باور نمیکنم دختره رو بهت بدن. خواهیم دید. یعنی اگه با پدر و مادرت بری خواستگاری موافقت میکنن؟ 100%. این حرف پدر خانم صمدیه. خوزگاری ورخوخا ام کلاس کنم ام جوانا ام دارای بیبو کوچیه بود امیش نگه بوگی بیبو خسرمیا موکا موکا امیک دومان موکو بیبو تاتا برشوبه برشوبه بله 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 بله. قربونش بشم، تو حالا بیا باید بگونه نپسندیدم. خب مامی جان، چرا لقمه رو دور سرم بچرخونم؟ از همین حالا میگم نه. عزیز دلم، پسر خیلی خوش تیپه ها، اگه نیای پشیمون میشی. قربونش بشم. بلند شو بلند شو، چایی بریز بردار بیار. باشه. خلاصه غرض از مزاحمت، خواستگاری سبیه جنابالی برای بندزاده می باشد. به به، به سلامتی. شغل آقازاده چیه؟ بله، آقازاده همکار عاجزه شماست. کی؟ عاجزه، همین دخترتون. زور جونه، زور جونه. انشالله همین به زودی ها فارغ میشه میره پیکارش. البته من بهش میگم که باید بیاد وردست خودم بشه، ولی به گوشش نمیره آقا. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، از بس که علاقه داره های یک بوسی گرفته داره میره خارج. بوس نه موکب، بورس. بورس بوس بوس. از دانشگاه ماساچوست، دپارتمان نوابق ریاضی. همی که میگه. اوی خدا مرگشون بده. یه چه صدایی بود؟ چیزی نیست، گربه بود. بله گربه. چطور گربگان کلون؟ یه خود من مگل در جوکی و موش دید و قد گربه. خدا فهمه گربگانی و چه قده. این عروس خانم بیزودی به دست آمده، تشریف نمیارن ما ببینیمشون؟ چرا؟ ایشالا دفعه بعد. دفعه بعد. میدونی نمیشه برام خواستگار اومده بود؟ جدی؟ تبریک عرض میکنم. با پدر مادرش هم اومده بود. خب نگران نباشید، منم به زودی با پدرم میام خواستگاری.
به زودی؟ یعنی با پدرتون به توافق رسیدی؟ نه کاملا، تقریبا 50% حل شد. چه خوب. ولی چرا 50%؟ چون من ایشون رو به پدری قبول دارم، ولی ایشون منو به پسری قبول نداره. نمایش دیگه نداره گربان. احزاری ها وردی انام هم میخوای؟ برو تا نزدم لطف پارت کنم. بیژن خداداد دیگه کیه؟ ادعا کرده پسر شماست. مرد کرده بینم. نکنه این همون پسر است که اون روز اومده بود اینجا. خودم پسره؟ کسی اینجا نایمد؟ همونی که دیگه بعدش نتونستین حساب کتاب کنی؟ بشدین رفتین آخر شب اومدین؟ به تو ربطی نداره. چطور به من ربطی نداره؟ اگه پسر شما باشه برادر منم هست. من نمیذارم تو همه چی با من سعی میشه. قفشو پدست دارم. من روز نباقم که ارسی میرسم به تو رسیم. مامانیه میدونه؟ گفتم این قضیه به خودم مربوطه. میگم تو دادگاه تو میبری یا اون؟ معلومه من. یه پیرزن هافافو پیدا کرده به نفع شهادت بده، ولی کور خونده. من میبرم. پیرزنه دیگه کی؟ چطور مگه؟ میخوای سرشو بکنم زیر آب؟ نه، اگه بتونی یه صبح تا شب از خونه بکشیش بیرون که نیاد دادگاه، قضیه حله. بازم بله. سلام بخانم. سلام علیکم. این دیگه که مگس اون مرکلن اومدم همه جینو ببرم گردش. ولی من زودتر اومدم. ولی من نمیذارم. تو غلط میکنی، خودت غلط میکنی. دوستنگی که باشی دخونت میکنم. سرعت کن بابا، خجالت بکش اینجوری یه دختر خانم درست حسابی. خب یه بار تو ببر، یه بارم تو. بینیم بیرون. مهم اینه که نتونه بره تو دادگاه. دادگاه؟ مهتان اومده خواستگاری زهره خانم؟ زهره خانم دیگه کیه؟ من فقط میخوام این چندربازی که از مال اموال بابا مونده تقسیم نشه. زهره خانم اموال خود. برو. خواهان، آیا شما شاهدی، سندی یا دلیل و مدرکی که دال بر اثبات ادعایتان بشود دارید؟ بله، البته یه شاهد داشتم که به طرز مشکوکی گم شده. آره جیم خودت، شاهد نه گم میشه آقای قاضی، فیلمشه. اصلا شاهدش کجا بود؟ اینم مثل هزار تا جوان دیگه است که دوست داره پدری مثل من داشته باشه. همینطوره؟ نه قربان، شما به قیافه ما دو نفر دقت بفرمایید. ببینید چقدر شبیه همین. ولی پسر جان، دلیل باید مستدل و مستند باشد تا دادگاه ملزم به رسیدگی بشود. بسیار خوب. استعداد ریاضیمون چی؟ ببینید، من نفر اول ریاضیاتم تو دانشگاه، ایشونم نفر اول همین رشته هستن تو بازار. اینو چی میگین؟ آقای قاضی، من هنوز با چرکه حساب میکنم. به لحاظ اینکه برای دادگاه رابطه بنوت بین شما و خوانده احراز نشد، ضمن رد دعوا ختم دادرسی رو اعلام میکنم. ختم دادرسی؟ ختم دادرسی؟ من شکایت دارم. من ادعای ازدیاد میکنم. البته میتوانید، ولی توصیه میکنم که گذشت کنید. این جوان جای پسر شماست.
تو اینترنت سرچ کردم، همه مطالبی رو که مربوط به نسبت پدر و فرزندی بود پرینت گرفتم. همه اینا رو باید بخونی؟ من قبلا خوندم. قطعی تر و علمی تر از همه بریم آزمایش دی ان ای. بریم بیژن. سلام. سلام. چه کار اینجا؟ اونا چه واسه تو داشتی نشستی؟ اینا چیه؟ هیچی. جمع کن، جمع کن. 19,274 با 75,368 میکنه 94,612. نوشتی؟ مینویسم. 1,000,000. الو، بفرم. شما؟ امیر جون تویی؟ ببین، یادت که نمیره. همین الان با آقا جون بگو. حتما، قربانت. به به، خوشم باشه. آقا کی بودن؟ جاسوس دو جانبه، دوست بیژنه. جدی میگی؟ چی کار داشت؟ بیژن میخواد روتون آزمایش کنه. غلط کرده، من موشم. بنویس 94,612. خب خیلی جالبه. فکر میکنی یه روزه بشه؟ اولین قدم تجهیز آزمایش هست. چقدر طول میکشه؟ تحمل داشته باش جانه. بی خود خسته نکن، ما آزمایشگاه بیا نیستم. شما از کجا خبر دارید؟ خب واسه که معلومه دیگه. بیا یه بار که جونم بگیر، راحت کن. خونتون کافیه، با یه آزمایش کوچیک معادله حل میشه. آزمایش چیه؟ پدرم ورزیده، برو دو مالو کرد. اگه پدرم نیستین دلیلی نداره امتنا کنی. پدرت نیستم، امتنا هم میکنم. هر قدرت هم میخوام بکنی برو بکن. آخه آقا جون حاضر؟ موزیک؟ یک و دو و اومدین تمرین تئاتر تماشا میکنین؟ هر کاری از دستم میومد انجام دادم. وسایل آزمایش دی ان ای هم مهیاست، ولی پدرم حاضر نمیشه بیاد آزمایش بده. نمیشه با زور ببرینش آزمایشگاه؟ اول اینکه بنده با اعمال زور موافق نیستم، در ثانی زورم به اون نمیرسه. با کلک چی؟ موافقی؟ من هنوز فکر میکنم اگه خودم این کار انجام بدم بهتره. به هیچ وجه. اگه شما رو با هم ببینن چی؟ در ثانی من به پدرم اطمینان ندارم. میترسم تو قبل از رسیدن به آزمایشگاه یه کاری دست شما و خودش بده.
خسته نمیشید از حمل و نقل این همه ابزار و ادوات؟ چرا، ولی هم که یکیشو مصرف میکنیم خستگی از تنمون در میاد. همینطور از تن بقیه. دستتو. حاضر هست با شما دوست شد، ولی اول رفت لابراتوری آزمایشگاه تا فهمید شما نداشت بیماری خطرناک ایدز، ابولا. چشم، آزمایشگاه میریم. آدم آزمایشگاه میره باید دختر فرنگی بره. الو، منزل آقای علی مراد؟ شما خانومشون هستی؟ بله من خانومشون هستم. شما کی باشی؟ مهم نیست که من کیم. مهم اینه که الان شوهرتون با یه دختر خانم خارجی رفتن تو آزمایشگاه رو با هم ازدواج کنن. اشتباه گرفتین خانم جون. شوهر من صبح علی‌الطلوع رفته سر کار. جدی؟ ولی فکر کنم این شما این که رفتین سر کار خانم جون. میگین نه یه زنگ بزنین حجرش. خدافظ. قطعش کن. شلخته ها. خوش آقا تو بگیر ببینم. تو کار تو بکن. اوکی. اوکی. قبلن با این دستگاه آزمایش نمی کردیم. این دستگاه رو جدیدن خریدیم. زودتر جواب بید. چه بهتر. حالا از این خانم کن بگیرید. چشم اطاعت میکنه. چی کار داری میکنی؟ میشه این کار رو توی یه اتاق دیگه ای انجام داد پلیز؟ مگه اینجا چشم خانم؟ خب اینجا نامحرم هست. اون وقت میگم خارجی ها زناشون نجیب نیستن. خانم خارجی هن؟ با چی؟ تا حالا هیچ کدوم از رفقا نتونستن یه خارجی تور کنن. عجب، پس شما اونو تور کردی. من فکر میکردم که من شما رو تور کردی. شما اینجا چیکار میکنی خانم؟ هیچی، داشتم میرفتم خرید، دیدم ماشینت دم دره، نگران شدم. آقای دکتر ماریوسف. خانم حسن. سلام خانم. خوشبختم. اصلا نگران نباشید، حال شوهرتون نه تنها بد نیست بلکه زیاده از حد خوبه. پس اومده آزمایشگاه واسه چی؟ چیزه که چشم هست با چیز چکاب 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 دیگه. سلام پدر جان، متشکرم که تشریف آوردین. پدر جان با شما بود؟ از روی احترامه. آها، از اون لحاظ. شما کی باشی؟ من دانشجو هستم. دانشجو. خب با شوهر من چه ارتباطی داری؟ ایشون حاضر شدن برای کمک به تحقیقات بنده خونشون رو بدن. آه چه مردمی. خانم خیلی جوهات شد. خب بریم دیگه. بفرمایید.
میدونی چی شده؟ سلام. سلام. بالاخره از بابام خون گرفتم. خون گرفتم؟ کجای کاری؟ جواب آزمایشم مثبت بوده. مگه من به تو نگفتم بیژن چه فکری تو کلشه؟ به خدا بابام گفتم. نمیدونم چرا دم به تله داد. باید یه کاری بکن. چه کاری؟ باید مدرکشم بفرستیم پیش شاهدش. ای شیطون. بس اصل مدرکش کن. داوودونم برده دادگاه، گذاشته لای پروندهش دیگه. آقا من میگم بهترین راه برای خلاص شدن از دست بیژن اینه که یه وکیل زبردست بگیریم. فکر پولیشی کردی؟ بازم دلی کنسبازی در میاری؟ خواهی مامانی همه چی رو بفهمه؟ خیلی خب تو هم، اگه اسمشو نبر. شایدم رفتم سراغ یه وکیل پای یک. بیچاره شدم، زنم داره ازم طلاق میگیره. برو روزی 100,000 مرتبه خدا رو شکر کن. ای بابا، آخه من خیلی دوستش دارم. وقتی مجبور شدی مهریش رو بدی، اون وقت دیگه نداری. کتاب قانون جدید چک، مالک و مستأجر، ازدواج موقت. مورد شما یه مورد حساسیه که نیاز به مطالعه بیشتری داره. بهتر نیست که بریم یه جای مناسب؟ بریم. آقا وکیل، آقا وکیل، زن من. خب حالا میگی چی کار کنم؟ حق المشاورم رو بده تا بگم. بیا باقیش هم مال خودت. ویزیت من 2 تومنه. بیا اینم یه 500 دیگه. تازه پول ویزیت هم حساب کردم. اولا که آزمایش تو پزشکی قانونی انجام نشده. در ثانی این روش نوظهوریه و هنوز تو قانون نیومده. ولی آزمایشش علمیه، همه دنیا قبولش دارن. بی خود دارن. تنها علمی که تو دادگاه ملاک علم قاضیه. قربون اون روی ماهت. دست‌ها. بله مطمئن باشی دست پر برمیگردم. بعدش میریم رستوران، موفقیتمون رو جشن میگیریم. موفق باشی. چی شد؟ هیچ، ما باختیم. بله چیکار کنی؟ بریم رستوران. بعد دیگه جشن نمیتونیم بگیریم. پس من یه سر میرم خونه، بعد میام رستوران. چیکار میکنین آقا؟ فکرش کنین آقا داره معادله حل میکنه. اینجا چه خبره؟ داره معادله حل میکنه. این معادله علی مراده. تو مشتق درجه 4 چند تا صیغه ای وجود داره. باید اونا رو پیدا کنیم تا معادله کامل حل بشه. آخه مشتق چه ربطی به زن صیغه ای داره؟ آه، مشتق درجه اول یه ارتباط معمولیه. مشتق درجه دوم وقتی که کار به نامزدی کشیده میشه. مشتق درجه سوم که خب ازدواجه، بنابراین مشتق درجه 4 معادل است با داشتن زن صیغه‌ای.
مشتاق شوهر منم بگی. مال منو اول. نه اول شوهر منو بگی. فکر کنم مشتاق درجه پنجم هم داشته باشه. اشتباه کدوم رو داره دعوه میکنه؟ من فاک تو کم. رفت بیرون. باشه الان. بله؟ کجای علی مراد؟ گوش کن آقا پسر، حرفو یه بار بیشتر نمیگم. به آقا جونت بگو اگه همین الان اومدی خونه که اومدی، وگرنه میام حجره رو سرت خراب میکنم. شما؟ عرضی که پشت لبه گوره ها، بازم هرس میزنم. قسم آیه که دهتش کمه. چی شده؟ یه خانمی زنگ زد. خب؟ گفت بهت بگم اگه همین الان اومدی خونه که اومدی، اگر نه حجره رو سرت خراب میکنم. حتما مخفی میده. یعنی من بعد از 20 سال صدای مامانی رو نمیشناسم؟ من الان برمیگردم. مانو بیژن که مرده. طبق محاسبات من بازم باید باشه. مگه تو تلفن داری؟ آره باشه. بعد عشقی ما هم ندادی که بابا. حالا چه وقتی حرف کار میکنی بابا؟ هر رو از سیره این دیگه. نگفتی واسه چی اومدی؟ تو تلفن زده میدی؟ تلفن؟ نه، من تو تلفن داری؟ بگو 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 آش کن بیا، بگو آش کن بیا. خودم بیا. تو چرا به گیر میدی؟ من مسافر دارم، بگو دارم. الان که وقت تصفیه حسابای شخصی نیست خانوما، باید به فکر هدف مشترک بود. حالت خوبه عزیزم؟ فدات شم. من که قربون هر دوتون میرم. صبر کنید. دوست دارید همه آدامسا و گلاتون رو با هم بخرم؟ آقا یه روز آقا یه گل بخریم. آقا یه گل بخریم. آقا یه گل بخریم. بیاین. آقا یه گل بخریم. چیه؟ سلام آقا جون. سلام بابا جون. چطوری آقا علی مراد؟ مای تو نمیگفته که به نون شبتم محتاجی؟ این بود جواب اون همه مهر و محبت بی وفا؟ خیلی خوب، برای برین سوار شین. صدتون هم در نیاد، من خودم شب میام با هم صحبت میکنیم. به همین خیال باش،
شب میام شب میام. کو شب ده ببرشون تو خونه خرابم نکردی. فردا رأس ساعت 10 جلوی دادگاه. حالا تو برو بعد یه فکر میکنیم. دامانت ببرشون دیگه. فردا میایی دادگاه؟ دادگاه چی هستم؟ میام خواستگاری. قربونتون برم آقا جون. خواهش کنم خودت کردی آره؟ چرا نکنم؟ من نباید بدونم چند تا خواهر برادر دارم. فراریشون دادی مراد؟ چیا رو؟ زنه صیغه ای تو دیگه. این حرفا کدومه پسر؟ خجالت بکش کنم مادر خواهرت. پس کیا بودن؟ قوم خیشای بیژن بودن. اومده میدن پادرمیونی. واسه پادرمیونی پیرو پاتلا رو میارن، نه ترگل ورگل رو. پس تو بدون اجازه من رفتی یه زن دیگه گرفتی. ببخشین، خیلی ببخشین، میخواستم ازتون اجازه بگیرم ولی هنوز نمیاد میدم خواستگاریتون. چی؟ چی تو قبل از ما زن داشتی؟ بله داشتم خوبه شم داشتم. تازه بچهاش هم نابقه است. نرسه بچه جنابالی که همیست نمیدونه دونتا چند تا میشه. ناز پرورده یه خودته. خیال میکنی اگه این پسر با تو زندگی میکرد بازم میشد نابقه؟ خب معلومه به خودم رفته. من میرم خونه بابام تا تکلیفم روشن شه. تکلیف شما روشنه؟ بتون 20 ساله مرده. خانم دست بردار. من این حرفا سرم نمیشه. تو یه زن دیگه گرفتی باید حساب پس بدی. یکی شما کجا؟ ببخشید آقا جون، پدر فرزندی جای خود، مسئله حقوق زنان در بینه. تو نمیدی قطعی حقوق زنان؟ آخه بابا جون چند بار بهت بگم این پسر دنبال مال اموالته، اگه همه رو به اسم من بکنی و وقت گولش گم میکنه میره. منم پیشت میمونم تا تنها نباشی دیگه. من تنها نمونم؟ اگه زبون الان بیژن مرده باره بیرون. همه تون بریم، من هم میرم و بیژن یا زندگی علمی شروع میکنم. چرا انقدر دیر اومدی؟ در عوض موفق شدم. جدی؟ به زودی با پدرم میایم خواستگاری. پس منتظرتون میمونیم.
سلامت. چیه؟ ببین اگه همین الان یه کاری نکنی یا نه تو به دختره میرسی نه من به مال احوال بابا. مگه چی شده؟ بابام قبولش کرده. دارم میرم خواستگاری زهره خانمتون. تبریک میگم. چش. نه. دیگه با ملایمت نمیشه. باید صورت مسئله پاک بشه. چی؟ صورت مسئله چی؟ ازار زیر دیپلم سوال کنم بفهم. ببینم تو میتونی یه دستمند جور کنی؟ دستمند؟ میتونی؟ ای کلک. آره چرا نتونم. بیا. دانشجوه دیگه، دانشجو. شوهر هم روزنامه نگاره؟ چه فرقی میکنه؟ جرم جرم. این دفعه رو گذشت. گاوون زایید، باید خیال کنه همکارشون. حرکت، خاموش کرد قربان. اونم در حین انجام وظیفه همکار هستید. خب حالش میدیم. شما نه قربان هسته بدیم. آقایم با معمولین همکاری بفهم بگیم. برادر خیلی ممنون. تو بشین. خیلی ممنون. حالا تو کنبرو کنم. ناصر. این گونی چیه با خودت آوردی؟ هیچی، این خرت و پرتام از حجره آوردم. آره بیشتر از بیژن شما رو دوست دارم. در ضمن بورس اون معادله رو من گرفتم. معادله، بورس، بیژن، جریان چی خانم؟ نمیدونم، اصلا سر در نمیارم. ولی من مطمئنم اون معادله رو بیژن حل کرد. خب من نمیگم اون حلش نکرده، اونم کرده، ولی من زودتر حلش کردم. پدر مادرم هم که مشخصه. بله مشخصه. خوبه امیر. امیر خیلی خوبه. حالا وقتشه، زنگ بزن، زنگ بزن. بله بفهمی. خوب گوش کن خانم جون، اگه تا فردا 4 بعد از ظهر با کسی که امشب مده خواستگاریت عروسی کردی، کردی، و اگر نه بیژن جونت میره اون دنیا. از کجا معلوم راست بگی؟ گوشه داشته باش. فقط بپا چرت نگه.
هرچی بهت میگه گوش کن. فعلا که به قول معروف دنیامون شده این عاقبت حابیل. شیر فهم شد؟ راسته؟ اگرم... پتون خراب شده چه کار میکنی؟ بیا شام تو بخور. چشم آمان جو الان میام. سب کنی میتونم یه بار دیگه بورستون رو ببینم؟ بله اتفاقا 2300 تا ازش کپی گرفتم همش مال شما. کاش که به جای اینو کارت عروسی چاپ میکردی. دخترم چرا اینقدر با عجله؟ وقت برای این کار زیاده. نه پدر جون همین فردا ما باید عروسی کنیم قبل از ساعت 4 بعد از ظهر. فردا هیچیشه ایره ایره کجا چهار صبح پگم اگر نه مرده بمو کیو سیصد چلا ابریشم تبریز. سلام. سلام. شما اینجا چی کار میکنیم؟ اومدیم تکلیفمون رو روشن کنیم. ما رو میخوای یا نمیخوای؟ میخوام. به همون خدایی که سیگار حلال کرده میخوام. ولی قضیه جورایی لو رفته. زندگیم داره از دستم میره. پس بهتره حق و حقوقمون رو بدی ها؟ البته به زبون خوش. این هم آرتون فقط همین؟ و چی؟ قرارمون همین بود. تورم رو روش حساب نکردی. اون قانون مال مهریه زنای عقدیه. خانم شما هم دنباله مغازه علی مراد میگردی؟ بله. اون روبرو بالای پله ها. خیلی ممنون. هر بار فروشی رو انداخته. بچه ته بابا چیزی که زیاده من. آره اونا ها. ولی هیچ کس علی مراد نمیشه. ببینید دیشب پشت تلفن یه حرفایی به من زد میگفت دنیامو شده این عاقبت حابیل. حابیل ماری حابیل حابیل شما رو خونهت. من تا ساعت 4 بیشن رو میارم اونجا. چطوری؟ نکنه اومدی منت کشی آقا مراد. منت کشی کنی به؟ من با تو کار ندارم. من از کارت گه اومدم. برای چه کاری؟ تو بذار من بیام تو بعد واسه میگم. غیر ممکنه. من نه اجازه میدم تو پاتو تو این خونه بذاری نه خودم پامو تو اون خونه میذارم. بابا جان چرا حالیت نیست؟ پای جون در میونه. جون ناصر پس اون گونی ای تفلک بیچاره. شب همین خیر سر داریم خواستگاری ها. خواستگاری مراد؟ بابا واسه من که نه واسه اون. آها خیلی خوب بریم باشه. Thank you.
اینجا چیکار میکنه؟ لو رفتیم. لو رفتیم؟ یعنی چی؟ یعنی همه عالم آدم قضیه رو فهمیده. بیژن کجاست؟ حکمان تا الان رفته کلانتری شکایت. بانوی مسکول، من میگم هر طور شده بود تو باید جلوشو میگرفتی، حتی اگه لازم بود سرش میکردی زیرا. چیستا ببینم؟ با دسته کورا معامله میکنی؟ میدونی واسه همین یه فقر آدم دوزی چند وقت باید بریم پشت میله آب خونک بخوریم؟ بخوریم؟ ببین پایی منو وسط نکش، خودت زندانیش کردی، خودت فراریش دادی، خودت هم تقاس پس میدی. مالیدی، من اگه بخوام غرق بشم تو که هیچی، تمام آدمای خونه تمام دنیا رو به خودم میکشونم زیرا. خیلی خوب، چرا کل بازی در میاری؟ حالا من یه چیزی گفتم، یا بریم اون تو ببینم من چه فکری میتونم برش بکنم. کلانتری؟ آقا قتل، جنایت، آدم کشی. جناب علی خواه، ببین به جز فامیله آقا هیچ کسی رو راه نمیدی. بله آقا، بله حتما. یقه پیرن 42، ببین جنگلی پنگلی نمیشه، جوون پسند اما سنگین، داماد داره جوه. خانم با چی شد؟ اومدم این ریختی میخواد بره خواستگاری؟ براش لباس سفارش دادم، سر را میگیریم میریم. گل، شیرینی، کادو اونا میرسه. میکنید یک مقداری شمرده تر و بلندتر صحبت کنید؟ ممنون میشیم. چشم، دوباره میخوانم. دوشیزه محترمه مکرمه مفخمه معظمه عاقله بالغه کامله شامخه فائزه فائقه داهیه عالیه رشیده نادره. این هم لباس. بپر بالا، بوده دیر شد، بجم دیر شد. یه خانم، چکشو برش بنویس. عروس خانم، آیا وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه. دوشیزه خانم زهره صمدی، سبیه آقای فیروز صمدی، آیا به بنده وکالت میدهید؟ بابا دکتر خبر کنید. نه که تو خوابشم نمیدیدی همچی شاخش امشاد این از ایبش بشه. از زوزادگی این خشگه خشگه اینم گل. خیالت راحت شد؟ اگه اجازه بدی من همینجا پیاده میشم. بیا بیا دور بزن دنبالم. بیا دنبالم. بیا این سیر لفظی عروس. اینم مال خانمهای خودم. مال Thank you.
نذاری به پای ملت کشی فخری مراد. عجب دیگه بوزی به هم زدی آره این خارجی ها این ماشین فقط خارجی سوار میکنه بلو علی الو بله یه چیزی بده به عروس خانم زهره جون حالش خوب نیست نمیتونه صحبت کنن شما از بیژنفان براش پیغام دارم همچی که بشنوه حالش خوب میشه بله بله میخواد پیغام بیژنو بده الو گوش کن خانم کوچولو اگه تا 3 دقیقه دیگه فقط 3 دقیقه دیگه عقدو تموم نکنین بیژن جونت میرم دارم حالی چو بله چه بوی بدی میاد از توالت زنی میزنی ساله نمیره هرچ چون میترسه وقتی برگرده صداش کنن حاجی فیروز علی آقا چطوری؟ حالا خوبه؟ سلام آقا سلام خوش اومدید آقا بفرم که شما را در مقابل مهریه معادل یک جلد کلام الله مجید یک جفت آینه و شمدان و یک شاخ نبات بازش کن دیگه بابا بابا در مشکل مطالبه پرداخت خواهد شد زهره ازدواج دائم جناب آقای مهندس امیر باری چلا بگیم مرادی روان دوست درآورم وکیلم برای بار دوم پرسیدم وکیلم نه نه خیلی میشن کیفا که بی غیرتن بدو میکشمه تو حالت خوبه دوست ناموس منم یک تو که همه زندگی تو از وای دوست به دست آوردی دیامت شون خیال کردی ندیدم اون شب راه حل مادر رو از دست جریان چی دخترم من برای اینکه بیشن کشه نشه تن به این عروسی دادم بیشن 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 بزن این بابا عروسی حالا توی شرایط آخه بزن آقا تبریک میگم ماشاءالله دختر رو بکردی آمبولانس خبر کنید
چیزیش نیست، فقط ضعف کرد. فقط ضعف کرد. انتظار نداشتم پسر ما دختر خواستگاری کنه جواب رد بدی. آخه میدونی ترسیدم نکنه یه وقت پسر خودم باشه و کار بیخ پیدا کنه. عروس خانم، بالاخره با داماد جدید آقای بیژن خان وکیلم. بله. Thank you.